سلام مجدد، بخش کلید نور هست و استاد اصغر وکیلی پوپرزی استاد دانشگاه را با خود داریم و صحبت میکنیم در مورد ایزی که نگویم یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی را به دوستی خود نمیگرفتم یا هم فلانی را کاش میگرفتم به دوستی خود. بیشتر با استاد صحبت میکنیم در این مورد، مشنیم از استاد. صبحتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدیم. سلامت باشین، تشکر. سلام تقدیم میکنم خدمت شما بیننده های خوب تلویزیون و همکارای تکنیکی برنامه. خوب استاد، امیدوار هستم که یک صبح خوب و خوش را در هوای سرد زمستان و برفی امید دارم که خودت بخیر آمده باشید. بله، شما سلامت باشین استاد. خب، انتخاب دوست خوب، دین ما در این مورد چی میگه؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. دین مقدس اسلام دین است که در همه ابعاد زندگی برای ما رهنمایی داشته و اهداف کلی دین مقدس اسلام این هست که انسان یک شخص نمونه و کامیاب و سربلند هم در دنیا زندگی بکنه و هم در آخرت. یعنی انسان موجود اجتماعی هست، ممکن نیست که فردی تنها زندگی بکنه. اگر تنها زندگی میکنه یک غریب بیش نیست. به این خاطر اسلام رهنمایی خود را هم میکنه که اگر تو نیاز داری که باید در اجتماع و اجتماعی زندگی بکنی، آیا با چه کسایی دست دراز بکنی، دست دوستی و با چه کسایی هم نشینی داشته باشی تا ای که مبادا تو را از راه راست منحرف بسازه. الله متعال جل و علا شنهو در سوره توبه بیان میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید و به همراه صادقین راستگویا هم نشینی بکنید. چرا؟ انسانی که راستگو باشه، صادق باشه، تو را به راستگویی و صداقت امر میکنه و انسانی که راستگو و صادق نباشه و تو را از راه راست چی میسازه؟ منحرف میسازه. انسان چون خوبپذیر هست، اگر در بین اشخاص صالح میباشه خودش هم صالح میشه و اگر خدای نخواسته در بین اشخاص بد میباشه خودش هم آهسته آهسته عادات زشتی از اشخاص دیگی که دوستی به امرایشان کرده او را به خود میگیره. چنانچه که شاعر میگنی، گل خوشبو در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم، بگفتم من گری ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. کمال همنشینی بسیار بالای ما تاثیر میکنه. به این خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ارشاد میفرمایند، میگن که انسان با دوستش شناخته میشه. المرء على دین خلیله، انسان از دوستش شناخته میشه. فلینظر احدکم على من یخالل، پس یکی از شما ببینه که با چه کسایی دوستی میکنه، با چه کسایی همنشینی میکنه. اگر همنشینت خوب بود پس تو هم خوب هستی، اگر همنشین بد بود پس انسان هم دیگه آهسته آهسته بدتر شده میره و بد میشه. به این خاطر چون فصل زمستان هست و مکاتب هم رخصت میشه، خصوصا طبقه جوان ما کوشش بکنن که دوستای به خود انتخاب بکنن که اونا صادق باشن و راستکار باشن. و به ما فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که دوست را به خود انتخاب بکنین که دیدنش شما را خوشنود بسازه، به یاد خدا بیاندازه و هرگاه به همراهش صحبت میکنی صحبتش برای تو چیز را آموزش بده، یاد بده و هرگاه با او ملاقات میکنی خوش میشی و با دوستایی که میباشی بالاش افتخار میکنی که با همچو شخصی من دوستی دارم و دوست من هست و محبت به همراهش دارم. پس این موارد شریعت خودش اصلاح ساز هست و ما باید متوجه باشیم، چون تنها اکثرا دیدگاهی که در جامعه ما و شما متاسفانه حاکم هست این هست که تنها روزه و نماز عبادت هست، از او گذشته دیگه از احکام خارج میشیم. در حالی که دین مقدس اسلام مثلث سه بعدی هست، در رأسش اعتقادات، یک بغل معاملات و بغل دیگه هم چی هست؟ اخلاقیات هست. به این خاطر پس همین قدر که ما مأمور هستیم که خدا را عبادت بکنیم، به همین شکل مأمور هستیم که در بعد اخلاقیات هم
موضوعات را باید رعایت بکنیم که سبب دخول ما و کسب رضای الله متعال و دخول ما در جنت باشه و کامیابی و فلاح و رستگاری در دنیا. این مورد خیلی مهم است که ما میخوایم هموطن از یک نکته را مد نظر داشته باشین. چنان که استاد گفت لطفاً لطفاً در انتخاب و دوست عجله نکنین که یک کسی فلان است والا بیا دوست خوب است، من همراهش کورس میرم، به درس میرم، به تعلیم میرم. حالا مهم است که ما تاثیر میپذیریم از هر کسی که در کنار ما هست. استاد، پس وقتی که ما یک کسی را به دوستی انتخاب میکنیم باید نکات را مد نظر داشته باشیم در خویش، در برخوردش، در اخلاقیاتش. چه باید باشه نکات؟ نکاتی که مهم هست این هست که دوست را که انتخاب میکنیم پابند به نماز باشه. چون کسی که وفا به الله نکرد وفا به بنده نمیکنه. نمازی که خدا بالای ما فرض کرده پنج وقت و میگه که شما حفظو علی الصلوات، به نمازهایتان پابند باشین و محافظت بکنین. پس بنده ای که محافظت با پابند به نماز نبود او هیچ وقت صادق به دوست خود نمی باشه. یک. دوم، شخصی که راست بو نبود، کسی که به خدا تعهد نکنه بر تو بنده چی تعهد میکنه؟ بله بله. و صداقت، راستی، ای بسیار مهم هست. قسمی که الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، از خدا بترسین و به همراه کسایی دوستی بکنین که اونها به همراه کسایی باشن که اونها صادق هستن، راستگار هستن. دوست راستگار انتخاب بکنین، اهل علم، اهل مطالعه انتخاب بکنین، دوستایی را انتخاب بکنن که اونها همیش سرخم به درس هستن، کوشش میکنن چیز نو را یاد بگیرن، کوشش میکنن، تلاش میکنن تا بیاموزن، در صدد آموزش هستن. پس این دوستا انتخابش برای ما مهم هست. و دیگه ای که دوست را انتخاب بکنیم که بخیل نباشه، دوست را انتخاب بکنیم که حسود نباشه، دوست را انتخاب بکنیم که اونا عادت یعنی انسان دانا باشه، عاقل باشه، کم عقل نباشه. چرا همیش انسانایی که بخیل هستن اونا نمیتونن که نمیخواین که تو رشد بکنی، انسانایی که حسود هستن اونا از حسادت نمیتونن که شما رشد بکنین. به این خاطر این نکات باید در نظر گرفته شوه. و دیگه ای که به هر کسی نباید دست دوستی دراز بکنیم. شاعر میگه که ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید دست. بسیار انسان هایی هستن که ظاهر بسیار زیبا، ظاهر بسیار عالی دارن، ولیکن در باطن یک ابلیس بیش نیستن. پس به این خاطر نباید ما به هر کس را انتخاب دوست بکنیم. در گزینش دوست آنقدر محتاط باشیم، آنقدر کوشش بکنیم، تلاش بکنیم، مثل از این که ما یک لباس برای خود انتخاب میکنیم. وقتی یک لباس برای خود انتخاب میکنیم کوشش میکنیم که راحت باشیم به همراهش. وقتی که ما میپوشیم اما ظاهر ما را زیبا بسازه، وقتی که ما میپوشیمش اما یعنی کدام مشکلی در او نباشه. پس دوست را که انتخاب میکنیم هم امی شکل باشه، کسی باشه که باعث سرفگندگی ما خدای نخواسته نشه، کسی باشه که ما را از راه راست منحرف نسازه، کسی باشه که برعکس دایی ما باشه برای راست و اونا مشوق ما باشه به راه نیک. و اینا حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه به پسر خود نصیحت میکنه، میگه در گزینش دوست کسی را انتخاب بکو که هرگاه اگر فراموش کردی او را یاد کنه، هرگاه اگر صحبتی میکردی تو او را تایید بکنه، هرگاه با کار آغاز کردی او معاونتت بکنه، هرگاه سوال کردی مشوری خواستی برات نیک مشوره بده، هرگاه با مشکلی مواجه شدی ای حلال مشکلاتت باشه. پس ای اشخاص میتونه که یک دوست خوبی برای ما و شما باشه در دنیا. استاد، چه کسانی باید حذر کنیم و به دوستی انتخابش نکنیم؟ حتما کسانی هست که باید ما از اونها کنار بریم. بله، شناختن افراد بسیار مشکل هست، بسیار سخت است. انسان شناختن یک مکتب است فراتر از دکترا. ما بسیار اوقات خصوصا در این شرایط زمان بله ما بسیار کسایی داریم که ظاهری یک چیز باطنی دیگه چیز دارن. پس به این خاطر باید ما متوجه باشیم کسایی را انتخاب بکنیم که قسمی که ما اما اوصافش قبلا بیان کردم که اونا پابند به اصول دین باشن، پابند به
اما شریعت اسلامی باشن، اینا انتخاب شوا بهتر هست نسبت به او کسایی که بخیل هستن، کسایی که منحرف هستن، کسایی که معتاد هستن، یا کسایی دیگه که به هر شکل دیگه که وجود داره. پس به این خاطر یعنی مشکل هست که آدم سیاه و سفید بگوید، ولیکن از روی اوصاف میتونه که انسان تجربه بعد انتخاب بکنه. دوستایی را که بمرایشان میشینن میبینن، حتما یک دوستی جلسه که بمرایش آدم بگذرانه میشناسه که آیا همین خوب است برای دوستی یا خوب نیست. یعنی استاد به حد که اگر ما کسی را به دوستی انتخاب میکنیم از طریق دوستایش باید بشناسیم شانه. بله بله، به خاطر از اینکه چون شرایطی که ما قرار داریم حالتی را که ما میبینیم، یعنی بسیار احتیاط به کار هست. من یکی از اگر کوتاه وقت داشته باشیم یکی از خاطرات خود را، من یک بخش دیگر هم میخواستم اشاره کنم، مهربانی بفرمایید خاطرات خود را من برای شما بگویم. من یک روز قسمت پانتون کابل روبروی یکی از کتاب فروشی ها هست و از تحصیلات کمی تیر شده، من به او کتاب فروشی میخواستم برم. قصه یک سال یک و نیم سال پیش هست و در پایین از او کتاب فروشی چون در تاکاو هست، بغلش یک امو گیمزون هم بود که بچه ها می رفتن و گیم بازی می کردن. دو بچه شاید سنفای پنج و شش بودن یا امی سن سال، بکسکای مکتبشان در پشتش، ما از پشتشان می آیم دیگه در بین خود قصه می کنن، میگه که چند داری؟ و میگه که امروز مادر برای من 10 افغانی داده. میگه 10 افغانی رو میریم گیب میذاریم. میگه که نه نمیشه، ما کالی برم نا وقت میشه. میگه نه خیره، باز بگو که امروز معلم ما نا وقت‌تر برای ما را به رخصت کرد. گفت که اگر برادرم خبر شوه او در مکتب هست. گفت که نه چی میفهمه که به گیم زدن آمدی؟ بله به گیم زدن آمدی. بگو که معلم ما امروز کمی زیاد درس داشتیم، معلم ما مرا ناوقتر رخصت کرد از مکتب. من دیگه میشنوام خود قصدن پشت سر از اینا گرفتیم. خب این بچه را به یک شکل مجبور ساخت که تا شود. تا که و که تا شد از اینا دستشان را گرفتم، گفتم کجا میرین؟ گفتن که اما بچه که ایره تشویق کرده بود بسیار باجرت، ولی که کسی که پیسه داشت کم جرات، ولی کاکا جان گفت همینجا میام برین شو از به مکتبتان بخوانیتان کار بزرگی کردین. به این خاطر پس وقتی که آدم میبینه اینی حالات را که میبینه، مهم هست که اولاد خود را احتیاط بکنن، در این شرایط بسیار زیاد کوشش بکنن، تلاش بکنن که دوستایش را بشناسن که با چی کسایی هم نشینی. خیلی ممنون، صحبت خیلی خوبی بود، انشالله که مستفید شدیم. ممنون، وقفه داریم در ادامه هم در بخش سوشال میدیا با سلف جان باشید.